سرخط خبرها. هشدار تند سرلشکر صفوی به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس. هشدار امیر عبداللهیان به همتای آلمانی، پاسخ ایران متناسب و قاطع خواهد بود. و آغاز رزمایش نظامی آمریکا و ژاپن در بحبوحه تحرکات موشکی کره شمالی. به این بسته خبری از بیک خوش اومدید. مشاور فرمانده کل قوا با هشدار به کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام کرد برخی کشورهای بدبخت حاشیه جنوبی خلیج فارس بدانند که باید بین رسانه‌هایشان و امنیتشان یکی را انتخاب کنند و اگر در ایران دخالت کنند تاوان آن را می‌پردازند. به گزارش فارس، سرلشکر سید یحیی صفوی، دستیار و مشاور فرمانده کل قوا، صبح امروز پنجشنبه در مراسم 11 سالگرد شهید حسن تهرانی مقدم با اشاره به سنت الهی مبنی بر پیروزی حق بر باطل گفت: ما سربازان خدا هستیم و از راه حق بر نمی‌گردیم. یک دستمان در دست مردم و دست دیگرمان بر دست ولایت فقیه است. سرلشکر صفوی با اشاره به شکست‌های دشمنان از ملت ایران گفت: آنها حداقل در 3 رخداد بزرگ شکست خوردند. براندازی ایران اسلامی و انقلاب اسلامی، جنگ 8 ساله و جبهه مقاومت در منطقه غرب آسیا. اما آنها مشغول توطئه ناامنسازی و اختشاش در داخل ایران شدند. البته ما هم ضعف‌ها و مشکلاتی در داخل داریم. وی ادامه داد: آنها در جریانات ناامنی‌های اخیر با تمام توان رسانه‌ای و شبکه نفوذ منطقه خود و حتی در داخل ایران از همه فاسدان و جاسوسان کمک گرفتن، ولی به فضل الهی و با رهبری مقتدر و کارآمد با به دست گرفتن ابتکار و کمک به مدیریت صحنه با شکست مواجه شدند و ملت ما همچون فتنه های گذشته این فتنه را در هم شکست. سرلشکر صفوی خطاب به دشمنان تصریح کرد: دشمنان ما بدانند که ملت ایران یک ملت مقتدر بوده و پایه های انقلاب ما بسیار مستحکم است. ملت ما از این بادها نمی لرزد و آن که می لرزد جبهه باطل است. دستیار و مشاور فرمانده کل قوا ضمن هشدار به دشمنان تاکید کرد: آمریکایی ها و اذنابشان انگلیس خبیث، صهیونیست های کودک کش و برخی از این کشورهای بدبخت جنوبی حاشیه خلیج فارس که اسم آنها را ببرم، آنها باید بدانند که تلویزیون هایشان باعث ناامنی ایران شد. باید بین امنیت و رسانه هایشان یکی را انتخاب کنند. اگر دخالت کردند حتما تاوانش را می پردازند. آنها هم خود را میشناسند و هم ما را. شما پرونده سیاهی دارید از کمک های شما به رژیم بعثی صدام در عراق که دست شما به خون شهدای دفاع مقدس آلوده است تا راه اندازی داعش و شبکه های شما که در فتنه های اخیر شاهد بودیم. شما کشورهای ضعیفی هستید. آمریکایی ها از شاه ایران حمایت نکردند و نتوانستند شاه ایران را حفظ کنند. آمریکایی ها از شما حمایت نخواهند کرد و آنها صدام را هم نتوانست حفظ کنند. سرلشکر صفوی در پایان خاطر نشان کرد: ما یک انقلاب و حکومت مقتدر و ملت ما یک ملت هوشمند و با صبر و مقاومت است و با کارآمدی بر همه مشکلات فائق خواهیم آمد. وزیر امور خارجه خطاب به همتای آلمانیش با بیان اینکه مواضع تحریک‌آمیز و مداخله جویانه نشانگر پختگی و تدبیر نیست گفت: آلمان میتواند تعامل را برای مقابله با چالش‌های مشترک انتخاب کند و یا راه تقابل در پیش بگیرد. پاسخ ما متناسب و قاطع خواهد بود. به گزارش فارس، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز پنجشنبه 19 آبان ماه در پیامی توییتری خطاب به وزیر خارجه آلمان که مدت به کرات اظهارات مداخله جویانه علیه ایران مطرح کرده نوشت: خانم وزیر خارجه آلمان، نوازی تحریک‌آمیز، مداخله جویانه و غیر دیپلماتیک نشان دهنده پختگی و تدبیر نیست. به گفته امیر عبداللهیان، تخریب پیوندهای قدیمی پیامدهای بلند مدت دارد. وزیر خارجه یادآور شد: آلمان میتواند تعامل را برای مقابله با چالش‌های مشترک انتخاب کند و یا راه تقابل را در پیش بگیرد. وی تصریح کرد: پاسخ ما متناسب و قاطع خواهد بود. آنالا بایربوک، وزیر خارجه آلمان، از ابتدای اختشاشات اخیر در ایران به بهانه فوت مهسا امینی نه تنها اظهارات مداخله جویانه ای را درباره اوضاع داخلی ایران مطرح کرد، بلکه کشورش یکی از بانیان تحریم ها علیه ایران نیز بود.
وی به این موارد هم بسنده نکرد و روز چهارشنبه 4 آبان ماه از تشدید محدودیت‌های ورود به این کشور برای ایران فراتر از بسته تحریمی اتحادیه اروپا خبر داد. آنلا بایربوک وزیر خارجه آلمان 30 شهریورماه در حاشیه 77 نشست مجمع عمومی سازمان ملل از مقامات ایران خواسته بود به اعتراضات به مرگ مهسا امینی گوش دهند و گفته بود که زنان در ایران برای حقوق انسانی اولیه خود اعتراض می‌کنند. وی 17 مهر ما در مصاحبه‌ای با روزنامه بیلد عنوان کرد که آلمان در تدارک تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران است. وزیر خارجه آلمان همچنین خطاب به مردم ایران گفت: به مردم ایران می‌گویم که ما در کنارتان هستیم و در کنار شما خواهیم ماند. به گزارش فارس، علاوه بر مواضع مداخله جویانه وزیر خارجه آلمان و تلاش این کشور برای تحریم اشخاص و نهادهای ایرانی توسط اتحادیه اروپا، دولت آلمان روز دوشنبه 16 آبان اعلام کرد در پی اعمال بسته جدیدی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران است. سخنگوی دولت آلمان در این زمینه گفت: در حال کار بر روی اعمال بسته جدید تحریم‌ها علیه ایران هستیم. اتحادیه اروپا باید درباره اینکه سپاه پاسداران را تحریم می‌کند یا خیر تصمیم گیری کند. ژاپن با آمریکا پنجشنبه 10 نوامبر برابر با 19 آبان مانور نظامی مشترک بزرگی را جنوب ژاپن با هدف آمادگی در برابر چین و در بحبوحه تشدید پرتاب موشکی کره شمالی آغاز کردند. مانورهای 2 سالانه شمشیر برنده در پایگاه هوایی در جنوب ژاپن آغاز شد و همچنین در چند مکان دیگر داخل و اطراف این کشور تا 19 نوامبر 28 آبان ادامه خواهد یافت. طبق اعلام وزارت دفاع ژاپن، حدود 26,000 ژاپنی و 10,000 نیروی آمریکایی و همچنین 30 کشتی و 370 هواپیما از هر دو طرف در این تمرینات شرکت خواهند کرد. طبق اعلام این وزارتخانه، استرالیا، انگلیس و کانادا هم به بخشی از این رزمایش ملحق خواهند شد. نیروهای آمریکایی حاضر در ژاپن پنجشنبه در بیانیه اعلام کردند مانورهای مانند شمشیر برنده به نیروهای ژاپنی و آمریکایی فرصت آموزش با یکدیگر در مناطق مختلف ماموریتی در سناریوهای واقع‌بینانه برای افزایش آمادگی قابلیت همکاری و ایجاد بازدارندگی معتبر می‌دهد. به گزارش آسوشیتد پرس، آموزش‌های میدانی مشترک که شامل تمرینات فرودابی خاکی در جزایر دورافتاده جنوب غربی ژاپن است، در حالی انجام می‌شود که توکیو در حال تقویت توان دفاعی خود در منطقه در بحبوحه تنش‌های فزاینده در ارتباط با چین است. به ادعای این گزارش، چین ادعاهای خود را تقریباً درباره کل دریای جنوبی چین با ساخت جزایر مصنوعی مجهز به تأسیسات و فرودگاه‌های نظامی تقویت کرده است. پکن همچنین مدعی رشته‌ای از جزایر تحت کنترل ژاپن در دریای چین شرقی شده است. به نوشته آسوشیتد پرس، این رزمایش مشترک همچنین پس از تشدید شلیک موشکی توسط کره شمالی برگزار می‌شود که بیش از 30 مورد در سال جاری پرتاب شده است. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.